سرخط خبرها. امتناع ترامپ از تعهد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت همزمان موجی تازه از اعتراض به تبعیض نژادی آمریکا را در بر گرفت. جنگ لفظی دو رقیب منطقه‌ای در جواب اتهامات ملک سلمان، ایران میگوید عربستان حامی تروریسم عامل بی‌ثباتی است. وقفه در مذاکرات صلح افغانستان، در پی افزایش حملات طالبان اشرف غنی خواهان آتش بس شد. و داستان پسر کمبینایی که دوچرخه سواری حرفه‌ای شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. پاسخ رئیس جمهوری آمریکا به سوال یک خبرنگار در مورد پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر خبرساز و بحث انگیز شده. دونالد ترامپ حاضر نشد متحد شود که نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت. آقای ترامپ به خبرنگاری که از او پرسید آیا حاضرید متحد شوید که انتقال قدرت پس از انتخابات به شکلی مسالمت‌آمیز انجام شود، اینطور جواب داد: باید ببینیم چی میشه. میدونین که من به وضع رأی های پستی اعتراض جدی دارم. وضعیتشون خیلی خرابه. اما مردم دارن شورش میکنن. آیا متحد میشین که قدرت مسالمت آمیز منتقل بشه؟ ما میخواییم از شر رأی های پستی راحت بشیم و خیلی هم مسالمت آمیز خواهد بود. البته راستش انتقال قدرتی در کار نخواهد بود و ما ادامه میدیم. ولی وضع رأی ها خیلی خرابه. شما هم میدونین و میدونین که بهتر از همه میدونه دموکرات ها. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ما این حرف‌ها رو در فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی این روزهای آمریکا میزنه. بهمن، آقای ترامپ واکنش‌ها به حرف‌های او چه بوده تا حال؟ بیدرنگ دموکرات‌ها محکوم کردند و گفتند که اینجا دیکتاتوری نیست که آقای ترامپ بخواهد بر سر قدرت بمونه و این یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی در آمریکا است که انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز صورت بپذیره. در میان همه رؤسای جمهور سابق این اتفاق افتاده و هشدار دادند که این به این معناست که ما ممکن است در روزهای بسیار پر التهابی داشته باشیم بعد از انتخابات. تعداد محدودی از جمهوری خواهان هم به اونها پیوستن، مخصوصا سناتور رامنی از ایالت یوتا که جزء چند سناتوری بوده که در حزب جمهوری خواه که کم و بیش منتقد آقای ترامپ محسوب میشه، ولی اکثریتشون سکوت کردن تا این لحظه. در رسانه ها هم به صورت گسترده به خبر اول تبدیل شده که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که آماده نیست به صورت مسالمت آمیز قدرت رو انتقال بده اگر به بازی. البته این دفعه اولی نیست که آقای ترامپ در این مورد حرف میزنه. در مصاحبه های مختلف در انتخابات پیشین هر وقت که ازش میپرسیدن که آیا آماده ای که اگر به بازی قدرت رو انتقال بده یا شکست رو بپذیری در انتخابات پیشین، بیشتر از جملاتی مثل اینکه حالا ببینیم چی میشه استفاده میکرد. اما صحبت‌های دیروزش یه قدم از اون هم فراتر رفت و مشخصا حرف از این زد که انتقالی در کار نخواهد بود، تداوم در کار خواهد بود. صرف نظر از اینکه نتایج انتخابات چه خواهد شد، برای اینکه ما هنوز نمیدونیم که نتایج انتخابات به نفع کی پایان پیدا میکنه. به همین جهت زدن این حرف با توجه به اینکه نتایج انتخابات معلوم نیست، به طبع خیلی نگران کرده کسانی که معتقدن آقای ترامپ داره به سمت یک دیکتاتوری میره. 40 روز به انتخابات باقی مانده و نتایج نظرسنجی چی میگه بهمن؟ و همچنین آیا این گونه صحبت های آقای ترامپ میبینیم که تأثیری در نظرسنجی ها بگذاره؟ نظرسنجی ها کم و بیش بدون تغییر بودن در 6-7 ماه گذشته، به خصوص از زمانی که کرونا شایع شده در آمریکا، و نشون میدادن که آقای بایدن 6-8% جلو هست در سطح ملی، ولی در ایالت هایی که تصمیم میگیرن انتخابات رو فاصله کمتره. گون که آقای بایدن در اونها هم کم و بیش جلوه ولی فاصله کمتره، و به طبع نگرانی وجود داره در مورد که اگر رای های پستی تعدادش پذیرفته نشه چه خواهد شد. صحبت های آقای ترامپ آیا در نظرسنجی ها تاثیر میذاره یا نه؟ باید بر اساس 3.5 سال گذشته صحبت کرد و گفت نه. اگر تأثیری داشته همین است که الان می‌بینیم، مگر نه طرفداران آقای ترامپ کم و بیش
حرفای این چنینی بسیار شنیدن و تأثیری در طرفداریشون نگذاشته و مخالفینشون هم از همون حرفایی که دو سه سال قبل زده بود تصمیم گرفته بودن که از او دیگه با او مخالفت کنن. در اینچه اونها هم چیز جدیدی براشون نیست، البته نگرانیشون افزایش میده ولی در رأیشون تأثیری نداره. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. موج تازه ای از نارامی خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا را فرا گرفته. ده‌ها هزار نفر در این شهرها در اعتراض به صدور قرار منع تعقیب برای سه افسر پلیس به خیابان‌ها آمدند. این سه نفر حدود 6 ماه پیش یک زن جوان سیاه‌پوست را در خانه‌اش با شلیک دست کم 5 گلوله کشتند. کشتن بریانا تیلر در همان زمان اعتراض‌های خیابانی زیادی به دنبال داشت و یکی از انگیزه‌های شکل‌گیری جنبش جان سیاهان مهم است در آمریکا شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. باز هم در خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا اعتراض به نژادپرستی و خشونت پلیس. فریاد جان سیاهان مهم است. دیشب چند ساعت بعد از آن که مقام‌های قضایی برای سه پلیس که این زن جوان را در خانه‌اش کشتند قرار منع تعقیب صادر کردند. این در نیویورک. اعتراض به گوش ظاهراً ناشنوای خیلی از افراد پلیس و دستگاه قضایی کشور. در لویویل در کنتاکی، شهری که بریان تیلر در آن کشته شد، اعتراض ها به خشونت کشید. تیراندازی به سمت افراد پلیس که چند ثانیه ای طول کشید تا فهمیدند که زیر باران گلوله قرار گرفتند. اینجا کسی فریاد میزند که یک افسر پلیس به زمین افتاد. پلیس کمی بعد یک نفر را که تفنگ به دست داشت بازداشت کرد. سخنگوی پلیس گفت دو افسر پلیس در این حادثه به شدت مجروح شدند. او گفت یکی از آنها تحت عمل جراحی است اما جان این دو نفر در خطر نیست. او گفت مهم برای پلیس حفظ جان افراد پلیس و امنیت مردم است. 6 ماه پیش سه افسر پلیس با لباس مبدل در پی گزارشی درباره خرید و فروش مواد مخدر به آپارتمان بریانا تیلر رفتند. او اما در را باز نکرد و دوست پسرش که اسلحه مجاز داشت به طرف این سه مرد که می‌خواستند وارد خانه بشوند تیراندازی کرد. پلیس میگوید این سه نفر برای دفاع از خود به آتش پاسخ دادند و 16 گلوله شلیک کردند. دست کم 5 گلوله به بریانا تیلر. نارامی ها دیشب بعد از آن شروع شد که اینجا در نزدیکی لویویل دادستان کل ایالت رأی هیئت منصفه را اعلام کرد که در آن هر سه افسر پلیس از اتهام قتل مبرا دانسته شدند. تیراندازی های آنها برای دفاع از خود بود است. در واشنگتن دونالد ترامپ از سخنان دادستان و رأی هیئت منصفه حمایت کرد و تصمیم فرماندار را که از حامیان ترامپ است برای درخواست کمک از گارد ملی تصمیمی خوب دانست. رئیس جمهوری آمریکا چیزی از جریحه دار شدن احساسات بخش مهمی از مردم آمریکا نگفت. این در دیترویت. در دوران ریاست جمهوری او اختلافات در آمریکا بیشتر شده و عمیق‌تر. و حالا در هفته‌های قبل از انتخابات کشور شاهد موج تازه است از ناآرامی‌ها. کسرانجی بی بی سی. ایران به تندی به سخنرانی دیروز ملک سلمان پادشاه عربستان واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران و نماینده ایران در سازمان ملل هر دو با رد اتهاماتی که ملک سلمان علیه این کشور مطرح کرده بود متقابلا عربستان را به حمایت از تروریسم و همچنین جنایت در یمن متهم کردند. ملک سلمان دیروز در سخنرانی خود برای مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به توسعه طلبی و ایجاد شبکه‌های تروریستی متهم کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای مسئله ایران به دنبال یک راه حل جامع باشد. همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیو با ما است. در این باره بیشتر صحبت کنیم. بیشتر از واکنش ایران به ما بگو کیوان. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل عربستان رو به حمایت از تروریسم متهم کرد و مسئله جنایت جنگی رو مطرح کرد. اتهامی که در ارتباط با اتفاقاتی که در یمن میفته به گفته آقای تخت روانچی متوجه یمن هست و ایشون همچنین انگشت گذاشت روی در واقع پاشنه آشیل عربستان و گفتش که ایدئولوژی وهابی عربستان الهام بخش اصلی خطرناکترین گروه‌های تروریستی نظیر داعش و القاعده بوده.
بعد از اون سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم امروز صبح واکنشی نشون داد که میتونم بگم لحنش بسیار تندتر بود و حتی چه بسا در مواقع غیر دیپلماتیک، به خاطر اینکه پادشاه عربستان رو به هذیان‌گویی متهم کرد و گفتش که عربستان خاستگاه و پایگاه گروه‌های تروریستی در منطقه است، حامی اصلی مالی و لوجستیکی تروریسم در منطقه است و همچنین از فشار حداکثری حمایت کرده و عربستان در میان کشورهای عربی به یک موجود حقیر تبدیل شده که کاملا ابعاد غیر دیپلماتیک لحن ایشون رو نشون میده. تنش در سال‌های اخیر بین عربستان و ایران به اوج خودش رسیده و حالا که میان می‌بینیم که به صحنه علنی سازمان ملل میکشه و هر دو طرف همدیگر رو به شکل به بدترین شکل متهم میکنند. بله دقیقاً، در واقع لحن تندی هم که ایرانی‌ها داشتن در واکنش به صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان اهمیت سخنرانی ایشون رو که دیروز در مجمع عمومی اتفاق افتاد نشون میده. البته در سخنرانی‌های عربستان در مجمع عمومی از سال 2016 تا امروز هر سال مسئله ایران مطرح شده و هر سال انتقادهایی که چه بسا در دو سال اخیر لحنشون هم تند بوده در مجمع عمومی مطرح شده، ولی اون سخنرانی‌ها رو وزیر امور خارجه عربستان انجام میداد. دقت بکنیم که ملک سلمان برای نخستین بار در دوران پادشاهی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که چه بسا به این دلیل بود که میتونست از ریاض این کار را انجام بده و به شکل ویدئویی بود و نیازی نبود سفر کنه به خاطر بیماری کرونا به کشور آمریکا. اصولا پادشاهان عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل فقط یک بار ملک سعود در سال 1957 سخنرانی کرده و حتی اون سفری که ملک فیصل هم رفت نیویورک حاضر نشد سخنرانی بکنه، چون خودشون رو وجهه خودشون رو فراتر از این میدونند. ملک سلمان نه تنها این سخنرانی رو شخصا انجام داد، بلکه بخش مهمی از سخنرانیش رو به ایران اختصاص داد و به تندی از ایران انتقاد کرد که نشون میده که در اولویت‌های سیاست خارجی کشور عربستان ایران دشمن شماره یک هست و بسیار براش مهم هست که در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایسته. چقدر پشتیبانی آمریکا کمک کرده به این اعتماد به نفس بیشتر عربستان در مقابل ایران؟ بخشی از مجادله این دو کشور اصولا در زمینه ارتباط عربستان با ایالات متحده و اختلاف نظر ایران با ایالات متحده قابل تفسیر هست، به ویژه اینکه استراتژی کاخ سفید و کمپین فشار حداکثری همونطوری که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته با حمایت برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو هست و این در واقع تنش رو افزایش میده. اما در عین حال اتفاقی که در منطقه افتاده با توجه به همین سخنرانی‌ها و حمایت‌هایی که ببخشید واکنش‌هایی که از طرف تهران می‌بینیم کاملا روشن هست که سطح تنش میان ایران و عربستان بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از اون چیزی هستش که چه بسا ما به طور روزمره باهاش روبرو هستیم. عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرد که به خاکش حمله کرده و نکته مهمی که در سخنرانی ملک سلمان بود این بودش که از جامعه جهانی خواست که برای جمهوری اسلامی ایران یک راه حل جامع پیدا بکنه. بخشی از سخنرانی که شبسا خیلی اهمیت داشت این بودش که گفت مماشات و راه حل‌های ناقص در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران کافی نیست و تنها یک راه حل جامع جهانی هست که میتونه مشکل رو حل کنه. این راه حل جامع چه هست و اگر که مماشات نیست دقیقاً چه کار باید جامعه جهانی بکنه؟ این نشون میده که عربستان واقعاً در برابر ایران جدی ایستاده و عمق بحران روز به روز داره بیشتر. متشکرم از تو کیوان حسین اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با موج تازه اعتراض به تبعیض نژادی در آمریکا، دونالد ترامپ از دادن تعهد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری امتناع کرد. یک روز بعد از سخنرانی ملک سلمان، ایران متقابلا عربستان را به حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. در ادامه برنامه داستان پسر کمبینایی که دوچرخه سواری حرفه‌ای شد. دیروز در خبرها بود که نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و فعال مدنی زندانی در ایران، از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. همسر نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و فعال مدنی، میگوید او به زندان بازگردانده شده. رضا خندان گفته خانم ستوده عصر چهارشنبه پس از 5 روز حبس در بیمارستان طالقانی در بدترین شرایط جسمی و بدون هر گونه اقدام درمانی به زندان برده شده. نسرین ستوده از 6 هفته پیش در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی
اعتصاب غذا کرده، وضعیت جسمی او بحرانی توصیف شده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده از تهران با ما هستن. آقای خندان، لطفاً بیشتر به ما بگید که در این 5 روزی که خانم ستوده در بیمارستان طالقانی بودند، برایشون چه گذشت؟ اولا اینکه وقتی که ایشونو میخواستم بیمارستان ببرن به خانواده اطلاع ندادم. زندانیانی که تلاش کرده بودن که با تلفن همراه من و خونه ما تماس بگیرن، 6 بار تماس گرفتن، تلفن‌های ما رو ریجکت کردن و مدام قطع میشد تلفن ما. من نمیدونم چجوری این کار رو میکردن. 6 بار تلفن خونه و تلفن همراه منو گرفتن و نهایتاً نشد تا اینکه یکی از خانواده ها به ما اطلاع دادن. مسئله دوم اینه که به قدری ایشون رو دیر اعزام کردن به بیمارستان که الان معلوم شده که آسیب جدی به قلب ایشون وارد شده. توجه داشته باشید که کسی در سن 57 سالگی ایشون رو که بعد از 40 روز اعتصاب غذا کرده بود تازه بردن بیمارستان، در حالی که من هشدار داده بودم، از همون روزهای اول گفته بودم که شرایط خیلی بدی داره و اواسط این دوره دیگه به اندازه کافی وضعیتش خرابتر شده بود. این هم مطمئنم که گزارش‌هایی که پزشک زندان ارسال می‌کرده پیش از این، خب هشدارهای کافی رو گویا می‌داده که ایشون وضعیتش بسیار خرابه، اما متأسفانه کار از کار گذشته بود و خیلی دیر اعزام کردن و شرایطی که توی بیمارستان متاسفانه برای ایشون و برای ما و برای کادر بیمارستان، پرستارانی که الان ماهاست درگیر ویروس کرونا هستن، شرایط بسیار ناجوری رو فراهم کردن. اونجا همه رو تهدید میکردن، هم ما رو تهدید میکردن، هم پرسنل اونجا رو که هیچ کاری خارج از اراده اونها انجام نشه. به نوعی که الان با اینکه وضعیت همسرم بسیار خرابه و من 1% احتمال نمیدادم که ایشونو برگردونن خونه، ولی از یه حس آرامشی از یک زاویه دیگه به ما دست داده که حداقل ما و همسرم و پرسنل بیمارستان، پرستاران در حال تهدید نیستن. اونجا رو به یه دژی تبدیل کرده بودن، به نوعی که حتی موقع مرخص کردن ایشون ما رو از سالن عمومی اونجا بیرون کردن و ما رفتیم تو حیات، مجبور شدیم بشیم. شما در نهایت در این مدتی که ایشون در بیمارستان بودن با ایشون در ارتباط بودید، تونستید ببینیدشون و الان خب گفته شده که وضعیت ایشون هیچ بهتر نشده و به زندان برگردانده شدند. ما روز اول تو اورژانس، چون هنوز نیروهای امنیتی به اندازه کافی در ساعت اول نیومده بودن، خب تونستیم ایشون رو نه یه ملاقات رسمی بلکه به زور و اصرار میتونستیم برای لحظاتی من یا همراهانمون بچه‌ها 4-5 نفر تونستیم به نوبت بریم ایشون رو ببینیم. اما بعد از اینکه اونجا اعلام شد که باید برن CCU دیگه ارتباط ما رو قطع کردن. حتی بعدن که ایشونو 2 روز آوردن بخش عمومی قلب، اونجا هم این امکان میسر نشد. ما ساعت‌ها گاهی وقتا 8-9 ساعت توی راهرو می نشستیم تا موقع نقل و انتقال ایشون به بخشای به آزمایشگاه یا برای تست قلب یا هر مورد دیگه ای تو راهرو از دور ببینیم یا سعی کنیم نزدیک بشیم، که خب این خودش تنش ایجاد میکرد و هم موجب ناراحتی خانمم میشد، هم موجب ناراحتی ما میشد. اما اقداماتی که اونجا انجام شد اقدامات درمانی نبود، فقط تست گرفتن، آزمایش گرفتن که بدونن که وضعیتش چگونه است. متشکرم از شما. رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران با ما صحبت میکردن از وضعیت همسرشون. و اجازه بدید که بریم به مسکو. همطور که گفتیم پیشتر هم در خبرها، وزیر خارجه ایران به مسکو سفر کرده، در حال مذاکره با همتای روسیه خود سرگئی لاوروف بود. این مذاکرات حالا تموم شده، اونها در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت میکنند. آقای ظریف و آقای لاوروف، وزیر خارجه ایران، در یک نشست خبری گفته که به جرأت میشه گفت در تاریخ روابط دو کشور هیچگاه سطح روابط به نزدیکی و راهبردی به اندازه الان نزدیک و راهبردی نبوده. و هیئت هم در مسکو، همطور که سرگئی اشاره کرد، ما بحث‌های بسیار خوبی در مورد روابط دو جانبه داشتیم. روابط دو جانبه ما در واقع توسط رئیس رؤسای جمهور دو کشور
به صورت مستقیم هدایت میشه و در نظارت این دو پیگیری میشه و هر دو رئیس جمهور با جدیت روابط دو جانبه رو دنبال کردن و مشوق روابط دو جانبه بین ایران و روسیه هستند. در همه زمینه ها همکاری های بسیار خوبی رو داریم. امیدواریم که در حوزه کرونا بتوانیم با مشارکت یکدیگر و با همکاری کمک بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات برای به دست آوردن واکسن کرونا و همینطور برای پیشرفت در مقابله با اون و همکاری هایی که دو کشور دارند در زمینه حمل و نقل و رفت و آمد بین دانشجویان، تجار و سایرین در شرایط ویژه کنونی با رعایت پروتکل های بهداشتی. بحث های خوبی در این زمینه شد، بحث خوبی داشتیم در مورد سایر همکاری های دو جانبه در حوزه انرژی، سرمایه گذاری، در حوزه های همکاری های تجاری و بانکی بین دو کشور و همینطور در مورد تشکیل هرچه سریعتر جلسه بعدی کمیسیون مشترک دولتی بین ایران و روسیه در روسیه در اولین فرصت. گفتگوی خوبی داشتیم در مورد مسائل مربوط به برجام، نقش بسیار مهم و محوری روسیه. در حال تماشای بخشایی هستید از کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه. آقای ظریف به مسکو سفر کرده، مذاکراتی داشته با همتای روسیه خود و حالا داره در مورد مباحثی که در این گفتگوها در موردش صحبت شده آقای ظریف صحبت کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی ویدیویی‌اش برای مجمع عمومی سازمان ملل خواهان آتش‌بس شده. از طرف دیگر ژنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان با وزیر داخله و رئیس ستاد ارتش این کشور در سفری به قندهار گفتند حملات طالبان بیشتر شده. در آخرین مورد طالبان ادعا کرده که 28 نیروی دولتی در ولایت دایکندی کشته شدند. در دوحه قطر هم امروز هیچ نشستی بین گروه‌های تماس دولت و طالبان برگزار نشده. روی رهنوش گزارش صدای صلح افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل. رئیس جمهوری ناوقتی دیشب گفت اولویت مهم دولت رسیدن به صلح است. خواست دیگر آقای غنی این بود که ریشه تروریسم که به گفته او منطقه را به آتش کشیده باید خشکانده شود. نقش سازمان ملل، شرکا و متحدین بین المللی در حالی که تیم مذاکره کننده ما در دوحه مقابل طالبان نشسته بسیار مهم است. مردم افغانستان در این گفتگوها یک اولویت روشن و عاجل دارند. آتش بس. پایان فوری خشونت ها بیش از هر چیز دیگر به ما فرصت پیشرفت می دهد. با این همه، این روزها ماشین جنگی طالبان نسبت به چند هفته پیش فعالتر شده. همین مسئله دیروز پای فرمانده عمومی ناتو و مقام‌های امنیتی را به قندهار در جنوب افغانستان کشاند. ما در مورد وضعیت عمومی قندهار و افغانستان صحبت کردیم. خشونت بسیار زیاد است. خشونت طالبان در سراسر کشور در حال افزایش است و باید متوقف شود. جهان شاهد همه چیز است. ما یک شانس برای صلح داریم. چیزی که مردم افغانستان منتظرش هستند. مقام های امنیتی می گویند طالبان از نام صلح برای ادامه جنگ استفاده می کنند. اینا باورشان به صلح فکر نمی کنند باشد و یا فقط می خواهند سوء استفاده کنند، ولی چیزی که بسیار واضح است و این است که اینا هیچ نوع دستاورد ندارند. یک روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت روی صلح افغانستان کار می کند و نیروهایش را به کشور فرا می خواند. اما زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان خروج نیروها را مشروط به عملی شدن تعهدات طالبان می داند. در قطر هم تلاش تیم‌های تماس دولت و طالبان برای حل موارد اختلافی طرزالعمل مذاکرات جریان دارد. آخرین نشست دیروز بود که باز هم به نتیجه نرسید. در افغانستان اما همه امیدها به مذاکرات پیشرو در دوحه بسته شده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل.
سازمان غذا و داروی ایران از امضای توافقنامه برای خرید واکسن کرونا خبر داده. گفته شده این درخواست برای اتحادیه بین‌المللی واکسن فرستاده شده. وزارت بهداشت ایران میگوید گام بعدی تامین پیش پرداخت لازم از طرف بانک مرکزی تا دو هفته دیگر است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار لغو بررسی طرح نمایندگان مجلس ایران برای محدود کردن پیام‌رسان‌های اجتماعی شده. این نهاد مدافع آزادی رسانه‌ها این طرح را در راستای بازداشتن مردم ایران از دانستن توصیف کرده. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی قرار است پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی در صحن علنی به رأی گذاشته شود. خاویر هاپکینز 20 ساله میخواهد دوچرخه سواری حرفه‌ای کوهستان بشود. چشمهایش فقط 10% بینایی دارند و بعد از کشمکش‌های فراوان برای پیدا کردن شغل در بریتانیا او تصمیم گرفت علاقه‌اش به دوچرخه سواری را جدی بگیرد و بعد از اینکه ویدیوهایی از خودش منتشر کرد حامی مالی هم براش پیدا شد. گزارشی در این باره ببینیم. من کمتر از 10% بینایی دارم. به یک عکس خیلی تار فکر کنید. بهتون یه تصویر میده که من چطوری می‌بینم. Starts to give you an idea of what I'd be seeing. خاویر اجازه نداده که بینایی کمش او را عقب نگه داره. من دوچرخه سواری کوهستانی در سراشیبی رو انجام میدم، اما به جای اینکه ساعت‌ها پا بزنم، شاید 30 ثانیه تا یک دقیقه پا میزنم. خیلی فشرده و تکنیکیه. با مهارت‌های پریدن و رد شدن از بین سنگ‌ها و درخت‌ها و خلاصه همه چیز. بعد از اینکه ویدیویی از خودش منتشر کرد، چند شرکت اعلام کردند که از نظر مالی حمایتش می‌کنند تا در برنامه‌های مختلف دوچرخه سواری ازش حمایت مالی بکنند. من دو مشکل نادر بینایی دارم. یکی آلبینیسم که به این معناست که چشمان من نور زیادی رو جذب می‌کنند و خورشید می‌تونه منو موقتاً نابینا کنه. دومی هم نیستاگموس که باعث میشه چشم‌های من به صورت غیرقابل کنترل بلرزن و هر چیزی بیشتر از 2 متر از من فاصله داشته باشه لرزان و تار میشه. بنابراین من هیچ درک عمیقی از تصاویر ندارم و برام خیلی سخته که روی نقاط مشخصی تمرکز کنم. خاویر قبل از هر بار دوچرخه سواری مسیر رو پیاده میره تا آشنا شه و زمین نخوره. بررسی میکنم که چقدر باید بلند بپرم. اگر سنگ یا درخت و چوبی سر راهمه به خاطر میسپرم. نگاه میکنم گوشه ها چه شکلی هستن. بعضی موقع هم زمین میخورم و کار زیادی نمیتونم بکنم. خیلی به ورزش علاقه دارم. کاری که میکنم رو خیلی دوست دارم و چند بار زمین خوردن نمیتونه منو از راه بدر کنه. خاویر قصد داره در بلند مدت یک دوچرخه سوار حرفه‌ای بشه، اما الان امیدواره که داستان زندگیش بقیه رو هم تشویق به دوچرخه سواری بکنه. بعضی ها میان بهم میگن که با اینکه معلولیت دارن یا بیناییشون کمه براشون الهام بخش بودن و باعث شدم دوچرخه سواری را شروع کنم. من خیلی خوشحال میشم که بتونم برای بقیه الهام بخش باشم، اگر اونها هم دوچرخه سواری رو لذت بخش و الهام بخش بدونن. این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی‌بی‌سی فارسی.